به نام خدا، مهدی سلیمانی هستم. در مطالب گذشته راجع به بلوغ نابهنگام مرغ صحبت کردیم و گفتیم که اگه مرغ بلوغش بخواد دیررس باشه، یعنی دیرتر از موعدش بخواد بالغ بشه، قطعا میشه فقط زیان، چون باید کلی دون بهش بدیم و تولید نداره. و اگه بخواد زودرس هم باشه، نتیجهش این میشه که تخمهای ریزی رو تولید میکنه که دیگه بازار پسند نیست. و نکته خیلی مهمتری که میخوام تو این ویدیو اضافه کنیم اینه که اگه نابهنگام بخواد باشه بلوغ مرغ، یکی از اصلی ترین تبعاتی که داره اینه که تو دوره پیک خودش زیاد نمیمونه، یعنی دوره پیکش کوتاه میشه و به جای اینکه به طور مثال 2 الی 3 ماه رو بخواد تو پیک بمونه یا 6 الی 8 ماه رو بخواد تولید خوب داشته باشه، این میزان تولید کاسته میشه. و ما داریم نمونه هایی که دوستان میگن مثلا بعد از 3 ماه تولید افت شدید تخم گذاری داره و نگهداریش دیگه توجیه نداره، که یکی از اصلی ترین علت هاش بلوغ نابهنگامه که برای کنترل این موضوع ما جدول نوری داریم که چه میزان نور بدیم به پرنده، چه از لحاظ شدت نور و چه از لحاظ مدت نور، که اگر رعایت چه با این مشکل دیگه مواجه نمیشیم، که این جدول در درون سایت وجود داره.